تون با ما همراه هستین و ما را بیننده هستین. باز هم در خدمت معلمین عزیز ما قرار داریم. وجمه جان صافی در استودیو با ما هستند، معلم هستند در یکی از مکاتب و همچنان در کنارشان فهیمه جان پوپنزی، اینا هم معلم هستند و روز معلم را برشان تبریک میگم. در استودیو با ما و شما عزیزا هستند، میخوایم باز هم صحبت های در مورد روز معلم داشته باشیم. سلام به شما، صبحتان بخیر، بسیارت خوش آمدین، روز معلم مبارک. سلام خدمت شما و خدمت تمام بیننده های عزیز تلویزیون شما. روز معلم را از صمیم قلب خدمت تمام آموزگاران عزیز تبریک میگم. امید دارم این روز همیشه مثل همین روز بلوانشان خنده باشه. سلامت باشین فهمی عزیز، خوش آمدی، روزتان مبارک. تشکر، سلامت باشین، زنده باشین. من هم سلام تقدیم میکنم به تمام بیننده های عزیز برنامه شما و آرزو دارم که صبح خوب را آغاز کرده باشن و همچنان با استفاده از فرصت میخوایم این روز به تمام همفدرهای عزیزم تبریکی بتم و آرزو دارم که روزشان همیشه تکرار شوه و همیشه خوش باشه. سلامت باشین فهمی جان. به نظر خودت با چه کسی ما معلم خطاب کرده میتونیم یا با چه کسی بهتر از بگیم که ما معلم گفته میتونیم؟ خب بسیار خوب، البته معلم به کسی گفته می شود یا به اصطلاح عام به کسی گفته می شود که با زیور علم و دانش آراسته باشد و دارای اخلاق حمیده و پسندیده باشد، و به صورت خاص معلم هم به کسی گفته می شود که وظیفه آموزش و پرورش در مدارس و مکاتب به عهده دارد. بسیار خوب، واش مثلا خودت برام بگو به نظر خودت معلم یعنی کی؟ معلم عبارت از یک شخصیت ساز آموزگار یا آموزگار یا شاگرد را شخصیتش را می سازه. معلم را می تانیم که نمونه یا الگو بگوییم و معلم عبارت از نمونه امانتداری، پرهیزگاری، تقوا، عدالت، ایمانداری و شخصیت ساز شاگرد است. بسیار خوب، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هم نخستین مربی و معلم بشریت بود، چون خود حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ضمن حدیث بیان کرده انما بعثت معلما، پس وظیفه معلمی وظیفه پیامبری است. بسیار خوب، یک معلم خوب فهیمه جان دارای کدام ویژگی ها می باشه و چه مسئولیت هایی را می تانه در قبال شاگردای خود داشته باشه؟ بسیار خوب، و وقتی که ما می خواهیم یک معلم خوب خطاب بکنیم، البته چند نکته است که باید دور مد نظر بگیره. اولی که بالای رشته خود حاکم باشد و بر رشته خود بسیار زیاد لایق باشد. دوم، دارای پلان واحد سالانه، ماهوار و سالانه و ماهوار و همچنین روزانه باشه. اما کنترل صنف مراحل بکنه، یعنی در تنظیم صنف خیلی رول مهم داره، و دیگه ای که فضای صنف خیلی خوب بر شاگردای خود بسازه که شاگردا علاقمند به درس شوه و شاگردا رو بیشتر سهم بده و فعال نگهداریشان بکنه، و همچنان معلومات آفاقی داشته باشه که در رابطه با موضوعی که تدریس میکند معلومات بیشتر از او رو به شاگردای خود ارائه بکنه، و در پلوی ازی از مواد ساده و ارزان و محیطی هم میتونه استفاده بکنه که میتونیم از ویژگی های یک معلم خوب است و صفات یک معلم خوب است که میتونه ایره مد نظر بگیره و ایره باید یه هر معلم با خود داشته باشد. در صورتی که یک معلم این نکات مراعات بکنه و همراه خود داشته باشه، یعنی بزرگترین خدمت و خدمتی است که به جامعه خود انجام داده. بسیار خوب، ما هم خواستیم که در کل این روز را برای تمام معلمین عزیز تبریک بگوییم و به نمایندگی از اون معلمین عزیزی که فعلا برنامه دیدار صبح را تماشا میکنن گل بریزیم به قدم های این معلمین عزیزی که امروز در برنامه با ما هستند. وشمه جان خودت در مورد ازی برما بگو که شخصیت یک معلم چقدر میتونه بالای شاگردش تأثیر گذار باشه، چقدر میتونه تأثیر مثبت یا هم تأثیر منفی خود را داشته باشه؟ طبعا معلم الگو می باشه بر شاگردان خود. اگر معلم هر قدر تقوا پرهیزگار و باشه و بتانه که شاگرد خود را خوبتر به درسش، به مخواستش و به مو علاقه چیزی که علاقه داره به مو خود معلم خود را برسانه، میتونه شاگرد خود را در آینده به مو هدفش برسانه. شخصیت معلم برای شاگرد تاثیر هم مثبت و هم منفی داره، چون معلم یک الگو می باشه بر شاگرد. خودم شخصا که به این مقام رسیدیم معلم ما الگوی ما بوده، ما از معلمین خود را الگوی خود قرار می دادم و می خواستم در آینده همچو وظیفه مقدس را به پیش ببرم. همیشه می خواستم که مثل معلم خود موفق باشم و بتانم و وطن خود خدمت بکنم. بسیار خوب فهیمه جان، بعضی از معلمین هستن که کمی ترش روی هستن، کمی چهره وقتی که به صنف میرن یک چهره عجیب
آسیب را به خود میگیرن، کم پیشانیشان ترش میباشه و بعضی معلمین عزیز هم هستن برعکس، وقتی با صنف میرن با یک لبخند، چهره شاد و یک چهره خوشحال کننده هم برای خودش هم برای معلمین عزیز، برای معلمین عزیز یا متعلمین عزیز میباشه. خودت از کدام معلم هستی؟ خب مقصد متوجه باشی شاگردات برنامه را میبینن؟ نه خواهش میکنم. خب شاید بچه‌ها مرا خیلی جدی ببینن ولی خیلی مهربان و خیلی عاطفی هستم در کل قسم نیستم. خب البته در مادهی مورد خیلی ها نظریات مختلف داده که یک استاد باید چهار چیز باید در مد نظر بگیره. یکی نیروی حیاتی باید داشته باشه، جرأت و شهامت داشته باشه، ذکاوت داشته باشه، یعنی ناقص الاعضا نباشه، و دیگه ای که خیلی اساس بوده باشد و می اساس بودن استاد در صنف خیلی مهم است. امروزه که اگر استاد اساس بود و شاگردان میتونه درسش خوبتر یاد بگیره و یک استاد باید با یک جبین گشاده و با یک لبخند و با مو اخلاقی که داره، چون گفتیم که معلمین الگویی از اخلاق است که پیامبر بزرگوار ما هم گفته بود، در صورت باید با یک جبین گشاده با داخل صنف شوه و شاگرداش ازش روحیه بگیره تا اینکه آمادگی خوبتر و خوبتر شاگرداش داشته باشه و درس خوبتر بر استاد خود بگیره. بسیار خوب. واسه مثلا خودت از کدام معلمین هستی؟ معلمین که کم خشن هستن، ترش هستن، بسند میرن، یا معلمین عزیزه که همیشه با یک چهره بشاش پر از لبخند با متعلمین عزیز میباشن؟ نه خیر، ما همیشه بالا و خندان به صنف خود داخل میشم و کوشش میکنم همیشه درس را به قسم بسازم بر شاگردان که توجه همه شاگردان به او درس جلب شود و جلب توجه بکنن، درس را برشان جالب باشه و یاد بگیرن. اگر معلم خشن باشه شاگرد هیچ وقت نمیتونه که به هدف درس برسه. اگر معلم با روحیه خوش به صنف داخل شود، شاگرد از معلم خود روحیه میگیره و میتونه زودتر به هدف درس خود را برسانه. بسیار خوب. بخصوص در روزهای امتحان وقتی که یک معلم را به طرفش ببینیم، اگر با یک چهره خیلی خشمگین، چهره قهر و یک چهره که همگی از او بترسن، داخل صنف میشه طبعاً که بجز از یکی دو نفر اگر باشه دیگه همگی از ذهنشان همه چیزی که دارن فرار میکنه، و برعکسش اگر یک معلم با یک چهره لبخند داخل صنف میشه چقدر خوشایند هست، متعلمین عزیز هم از او راضی میباشن. بله، از روزهای معلم خودتان برام بگین که چقدر آمادگی میگیرید. بعضی از متعلمین عزیز هستن که اونا وقت در روز معلم میشه با لباس های رنگارنگ میرن به مکتب. وشما جان، چون خودت خواهر ما هم هستی و خودت از جمله متعلمین عزیز بودی که همیشه با یونیفرم مکتبت در روز معلم هم میرفتی، علت از این در چی بود؟ آیا زیاد یونیفرم مکتبت دوست داشتی یا از جمله شاگردایی بودی که در کدر بودی نمیخواستی بیشتر با لباس های رنگ معلمین عزیز خودت ببینن؟ همیشه یک روز قبل از روز معلم بر ما اطلاعی میرساندند که به اطلاع شاگردان که باید با یونیفرم داخل مکتب شوین و از لباس های رنگ و اینان خودداری کنین. چون من در کدر بودم در مکتب هم و در دانشگاه هم، امو بود که به مو خواست و به مو گفت که استاد میگفت، به مو طریق خود را آماده میساختم و با مو لباس سیاه و چادر سفید همیشه در روز معلم میرفتم و از روز معلم استقبال میکردم. اما آمادگی های زیاد را میگرفتم، به اندازه زیاد برام خوشایند بود که از این روز به هر گونه و هر نوعی که باشه به شیوه و عالی ترین شیوه و طریقش از معلمین خود استقبال بکنم. اما با یونیفرم خود. بسیار خوب. فایمه جان، خودت چطور با یونیفرم مکتب میرفتی به روز معلم هم یا لباس های رنگه میپوشیدی؟ خب اگر از طرف مکتب بر ما خیلی به جدیت میگفت که یعنی لباس رنگه نپوشیم، بله، پس ما نمیپوشیدیم و چون روز معلم از معلم کردم، ما وقتی که متعلم بودیم خیلی خوش میبودیم، حتی بر روز معلم ما لباس میگرفتیم و مو غذاهایی که بود از خانه میآوردیم یا یکی از اینجا میخریدیم. بله. و واقعا خیلی علاقمند روز معلم بودم و بسیار زیاد دوست داشتم روز معلم که به تمام استادای خود با استفاده از فرصت من میخوام برای همه استادای عزیزم که مرا میبینن و میشناسن این روز برشان تبریکی میتم و آرزو دارم که من حس یک شعار تجلیل نشه انشالله. خواستتان از حکومت وحدت ملی چی هست؟ چه توقع دارین؟ چون بارها ما وقت متوجه شدیم روز معلم تجلیل شده، وعده های از طرف حکومت بر معلمین عزیز داده شده که این وعده ها فقط در روی ورق بوده و وعده هایی بوده که هیچگاه تا فعلا عملی نشده.
خب البته ما خاص از دولت نداریم، ولی چیزی را که خود دولت بر معلمین وعده میکنه باید امور مد نظر بگیره و امور باید عملی بکنه. بله، اونم بزرگترین خدمت است که دولت بر معلمین انجام میده، ولی معلمین از دولت کدام چیز نمیخواد، فقط مو گفته های خودشان که میگن امور جامعه عمل پوشانه، این بزرگترین کار است. بسیار خوب، واشمازون خاص خودت از حکومت وحدت ملی چی هست؟ فقط به حکومت وحدت ملی یک کلمه میگم که به چیزی که میگن باید عمل بکنن، قول که میتن باید به او عمل بکنن، دیگه چیزی گفتنی ندارم. ما شخصیت خود را خود باید بسازیم، نه امیدوار به کسی دیگه باشیم. معلم هستیم، به هر حال قانی هستیم، افتخار میکنیم که خدمتگزار این وطن هستیم و به خواست و آرزوی خود رسیدیم و با استفاده از فرصت میخواییم که این روز مقدس را به مادر جانم از طریق کمره شما تبریکی بتم، که مادر ما هم یکی از معلمین پر افتخار کشور ما است. دستایشان را میبوسم و با خود تمنا جان که هم نو دهی عرصه پای نهادی، از همیم قلب بر تبریک میگم میروزه و میدارم در زندگیت بارها تکرار شوه و به این سرحد و به این مقامی که ما رسیدیم، ما واقعا مدیون تمام اساتید گرامی خود هستم و این روزه از همیم قلب بر تمام استادان خود، چی استادان مکتب ما بوده و یا از پنتون بوده، از همیم قلب برشان تبریک میگم، از دور دست هایشان را میبوسم و افتخار میکنم که امروز اگر ما این نام و این مقام را دارم از برکت اونها بوده. سلامت باشی واسم از اون، یک بار دیگه این روز را برای خودت، برای فایمه جان، برای مادر عزیزم تبریک میگم و برای همه معلمین عزیزم حتی یک کلمه را که هم از اونها مختیم این روز را برشان تبریک و تهنیت عرض میکنم. میخواییم از هر دوی تان کوتاه بشنویم که بهترین تحفه که یک شاگرد میتونه برای معلم خود داشته باشه چی هست به نظر خودتان؟ خب امی که شاگرد به نظر خودم چیزی که من از شاگرد خود توقع دارم این است که امی که درس مرا بخوانن و بسن فاضل باشن، پابند آذری خود باشد و ملبس با یونیفرم مکتب خود باشن. این می بزرگ در روز معلم با یونیفرم بیان پیدا. بله، در مکتب ما قسمی که قبلا شما هست پیش ما سوال کردین، ما هم برای شاگردای خود اطلاعی دادیم که با یونیفرم مکتب باید به مکتب بیه. بسیار خوب واشمازان، خودت بهترین تحفه‌ای که از متعلمین عزیز آرزومند هستی و برات بتن خوشحال میشی چه تحفه هست؟ ما زیاد خوش میشم وقتی که درس را برشان میتم، روز آینده اگر از پیششان میپرسم امو درس را بر ما دوباره تکرار کنن و به زبان بسیار خوب بیان بکنن. بهترین تحفه بر ما می است و بر شاگردای خود هم ما گفتیم که اگر روز مرا میخواین تجلیل بکنین باید شما درس بخونین. هر روزی که شما درس خواندین، کار خانگی کردین و آمدین به صنف منظم بودین، همون روز بر ما بهترین روز است و روز معلم است. بسیار خوب، تشکر از شما که دعوت ما رو پذیرفتین و برنامه امروز ما تشریف آوردین. فایمه جان، برگ سبز تحفه درویش، یک تحفه ناچیز را بر خودت مد نظر گرفتیم و همچنان تشکر یک تحفه ناچیز را برای واشمه جان مد نظر گرفتیم. انشاءالله که قبول بکنین. تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و به برنامه امروز ما تشریف آوردین. از شما هم از عزیز ما هم سپاسگزار هستیم. میخواییم در اخیر هم اگر فرصت باقی باشه، فرصت داریم پیام استادای گرامی را هم داشته باشیم. فایمه جان، پیامت چی هست بر شاگردای عزیز، بخصوص بر متعلمین عزیز؟ فقط آرزوی موفقیت برای تک تکشان دارم و با امید از اینکه همو آرزوهایی که دارن با مو هدفی که تعیین کردن با مو برسن، بزرگترین آرزویم است. پیام خودت ما پیامم بر شاگردا همی است که همیشه باید کوشش کنن درس بخونن، از موقع استفاده بکنن و می خواهیم سخنان خود را با یک پارچه شعر خاتمه ببخشم. ای خدای عشق، ای ام الکتاب، ای معلم، ای سراسر آفتاب، تو به ما آموختن آموختی، همچو شمع در بین ما می سوختی، در پی سوز و گذار و سوختن، فکر تو تنها بود آموختن، شغل تو شغل تمام انبیاست، شغل تو شغل تمام انبیاست، جای تو در آسمان و در سماست، زاده لاهوتی و از نسل خاک، از سخن گفتن نداری هیچ باک، در کتاب دلتون، در کتاب دل نویسم بامداد، ای معلم روز تو تبریک باد، ای معلم روز تو تبریک باد. و این روز خجسته را به استاد گرامی محمد اسلم شرعی از صمیم قلب تبریک میگم که این شعر را به مرسال کرده بودن. سلامت باشین، تشکر فایمه جان از خودت و واشمه جان از خودت و از تمام معلمین عزیزی که امروز در برنامه ما تشریف آوردن و مهمان بودن و از تک تک معلمین عزیزی که در سراسر افغانستان فعلا برنامه خودشان را تماشا میکنن و باز هم یک بار دیگه از صمیم قلب روز معلم را بر معلمین عزیز خودم تبریک و تهنیت میکنم و از همینجا دست هایشان را میبوسم.
و تشکری میکنیم از شما عزیزایی که تا آخرین لحظات برنامه خودتان ما را امراهی کردین. این بود برنامه امروز که تقدیم شما عزیزا کردیم. تا فردا و تا دیدار بعد شما عزیزا را به خداوند یکتا میسپاریم. فردا هم جمعه هست، آرزومند هستم که جمعه خوب و خوش داشته باشین. تا دیدار بعد، خدا نگهدار، وقتتان بخیر.